مرکز مربا نسل سنوز، خوش اومدید به 12th قسمت از فصل 4 سری ویدیوهای آموزش به کتاب درسی یعنی استانبول سطح A1. توی این ویدیو رسیدیم به پایان فصل 4 که میخوایم توی این ویدیو بریم یه مرور کلی کنیم از اول فصل و همچنین بیایم سراغ کلمه لیستسی، لیست کلماتی که با هم دیگه یاد گرفتیم توی این فصل. پس بریم سراغ اولین صفحه از همین فصل و یکی یکی مرور کنیم بیایم جلو تا برسیم به لیست کلمات. خب بریم سراغ صفحه اول. آیلم، در مورد خانوادم چه چیزایی یاد گرفتیم؟ ما اینجا اعضای خانواده رو یاد گرفتیم که بتونیم در موردشون صحبت کنیم. آنه، بابا، کس کردش، خواهر کوچیک، آبلا، خواهر بزرگ، ارکک کردش، داداش کوچیک، آبی، داداش بزرگ، تیزه، خاله، دایی، دایی، آمجا، امو، حالا، امه. بهتون یه نکته گفتم، گفتم حالا یعنی هنوز، این حواستون باشه. بابا، آنه، مادر بزرگ، مادر بزرگ پدری، آنه، آنه، مادر بزرگ، مادر بزرگ مادری میشه، دده هم که پدر بزرگ. ما توی این فصل یاد گرفتیم به این سوالات مفصل پاسخ بدیم. کاچ کاردش سنیز، چند تا خواهر برادرید؟ سنین بابا نیشاپیور، بابا به چه کاری مشغوله؟ سنین آنه نیشاپیور، مامانت به چه کاری مشغوله؟ پسوندی ملکی و کامل یاد گرفتیم. در مورد خانواده تونستید دیگه صحبت کنید، اینکه بیان کنید چند نفر تو خانوادهتون هستن، هر کدوم چه کارهایی انجام میدن، چند سالشونه. با استفاده از همین بیان پسوندی ملکی ما کلی مطلب یاد گرفتیم که یکی یکی داریم اینجا هم مرورشون میکنیم. در مورد این یاد گرفتیم که بگیم دارم و ندارم. گفتیم تو زبون فارسی این فعل داشتن صرف میشه، اما تو زبون ترکی استانبولی داشتن فعل نیست، به صورت وار و یک میاد که اینا جنسیتشون در زبان ترکی اسمه. بنابراین وقتی که ما میخوایم بگیم که دارم یا ندارم، با استفاده از پسونده ملکی بیان میکنیم. مثل اینجا که گفت بنیم ابلام یوک، خواهر بزرگ ندارم، بیر آبیم واریه، داداش بزرگ دارم. با استفاده از پسمنده ملکی که میبینید اینجا اضافه کرده، اومده بیان کرده داشتن و نداشتن رو. این یه نکته خیلی خیلی مهم بود، چون قطعا شما بهش نیاز دارید. وقتی میخواید صحبت کنید بگید یه چیزی رو دارم یه چیزی رو ندارم، باید از این قانون استفاده کنید تا بیان کنید. و رفتیم سراغ این پسمنده ملکی که خیلی خیلی مهمه، یعنی در زبان ترکی استانبولی میتونم بگم یکی از مهمترین دستور زبانهای زبان ترکی استانبولی همین پسمنده است که شما میبینید و یاد گرفتید. اینکه گفتیم پسمند ما به چند شکل داریم که اضافه میشه پسمنده ملکی، که بینیم، سنین، اونون، بیزیم، سیزین، اونلارون، اینا زمایر ملکی ما هستن. خب بعد کلمه‌ای که بعدشون میاد بعد پسوند بگیرن، برای اینکه مثلا بیان کنم بابای من میگم بنیم بابام. نکته‌ای که یاد گرفتید این بود که اگه کلمه به حرف صدادار ختم شده باشه، برای اول شخص مفرد پسوندمون فقط و فقط می خواهد بود، فارغ از اینکه اون حرف صدادار چی هست، می اضافه میکنیم. اما اگر به حرف بی صدا ختم بشه، حالا طبق قانون هماهنگ حروف صدادار گروه بندی میشن، از یک کدوم از این پسوندها استفاده میکنیم. ایم برای اول شخص مفرد. برای دوم شخص مفرد چی؟ دوباره اینجا اگه به حرف صدادار ختم شده باشه فقط و فقط نمیاد، اگر به حرف بی صدا ختم شده باشه طبق قانون هماهنگی حروف صدادار ان، این، اون و یون اضافه میشه. بابا س برای سوم شخص مفرد. پسمنده ما اگه کلمه ما به حرف صدادار ختم بشن به این شکل ظاهر میشه، س، سی، سو، شو. اگه به حرف بی صدا ختم بشن ا، ای، او، ی. برای اول شخص جمع مز، میز، موز، میز، اگه کلمه ما با حرف صدادار ختم بشه از اینا استفاده میشه. اگه به حرف بی صدا ختم بشه یه دونه حرف صدادار قبلش قرار میگیره، امز، ایمیز، اوموز، امیز، که میونه طبق قانون همانگی حروف صدادار این پسوند کامل میشه. و برای دوم شخص جمع بابا نز، میبینید اگه کلمه ما به حرف صدادار ختم بشه پسوندهای ملکیمون برای دوم شخص جمع نز، نیز، نوز، نیز است، و اگر به حرف بی صدا ختم بشه انز، اینیز، اونوز و اونوز خواهد بود. و آخرین مورد سوم شخص جمع، گفتیم پسوندش یا لاری هست و یا لری، لاری، لری. و همچنین توی اینجا پرانتز هم با رنگ زرد براتون مشخص کردیم، س، سی، سو، سو، یعنی دقیقا همون چیزی که تو سوم شخص مفرد داشتیم میتونیم برای سوم شخص جمع هم استفاده کنیم پسونده ملکی رو. و همچنین اگر کلمه ما
به حرف بی صدا خط شده باشه، دوباره یا لاری و یا لری میاریم، یا دوباره مثل سوم شخص مفرد ای او ای اینجا استفاده میشه براشون. و اما پرداختیم به نکته خیلی خیلی مهم در مورد کلمات دو بخشی. یه سری از اعضای بدن هستن، یه سری از کلمات خارجی هستن که وارد زبان ترکی شدن، مثل شهیر به معنی شهر، مثل اول به معنی پسر وارد زبان ترکی استانبولی شدن. یاد گرفتیم که اگر این کلمات دو بخشی که بخش دومشون حرف وسطشون حرف صدا داره، مثل اینجا که دارید میبینید بویون، بورون، اوموز، شهیر، حرف صدا داره که با رنگ سبز براتون مشخص کردم، اگه بخوایم بهشون پسوند ملکی اضافه کنیم که اون پسوند حرف صدا دار شروع میشه، اینا حذف میشن. مثل اینجا آیشنین بوینو یعنی گردن آیشه، کدینین برنو بینی گربه، سنینون امزوندا یعنی روی کتف تو، بنیم شهریم یعنی شهر من. این نکته خیلی مهم بود. و این نکته مهم دیگه این که گفتیم بعد از اینکه این پسوند ملکی ما استفاده کردیم، پسوند ملکی در سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع چون به حرف صدادار ختم میشه، یه بار دیگه نگاه کنید، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع چون اون پسوند به حرف صدادار ختم میشه، اگه بخوایم پسوند حالت رو به این ترکیبات اضافه کنیم، پسوند حالت یعنی پسوند آ دا دان او به معنی ب در از را، اگه بخوایم اضافه کنیم حتما حتما حرف میانجی ما نه خواهد بود که اینجا با رنگ سبز براتون مشخص کردم. اونون اوی نگی دیوروم، اونون اوی یگی دیوروم اصلا اشتباهه، حواستون باشه. پس نه میانجی خواهد اومد، که این خیلی نکته مهمی بود و خواستم اینجا مرور کنیم و یاد بگیریم. اینجا پرداختیم به تمریناتش، تمرینات مربوط به ترکیبای اسمی، که همچنین ما توی کانال تلگراممون چند تا کتاب تمرین معرفی کردیم که میدونید اصلا بر اساس مبحث همین ترکیبای اسمی برید تمرینات اون کتاب رو انجام بدید، چون واقعا مهمه و فقط تمرین نیاز داره که شما مسلط بشید. شاید اول یه ذره پیچیده به نظر بیاد، اما چند بار تمرین کنید راحت میشید و مسلط میشید حسابی به این مبحث در زبان ترکی استانبولی. و تمرینای دینلمه که مثل همیشه من برای شما متنش رو کامل نوشتم و امیدوارم که شما تا الان که به آخر فصل رسیدیم هم نوشته باشید هم بازگو کرده باشید، که مطمئنا خودتون متوجه پیشرفتتون شدید. و اما توی قسمت دوم آرکاداشلارم میریم سراغ دوستانم. تو قسمت آبولومو آیلم بود خانوادم، تو قسمت ببولومو میریم سراغ آرکاداشلارم دوستانم، که چه چیزایی یاد گرفتیم توی این فصل. کشور، ملیت، زبان، ترکیه، ترک، ترکشه، آنا دیلی، یابانجی دیل، که ما میتونیم با دوستانمون صحبت کنیم اینکه اهل کجا هستن، چه زبانی صحبت میکنن، ملیتشون چیه، چه زبانه خارجی دیگه بلدن، که اینا رو یاد گرفتیم. نره لیسینیز آنا دیلینیز نه هنگی یبانجی دیلری بیلیوسونوز ارکادشنیز نره لی ارکادشنیز هنگی دیلی کنوشیور. این موارد مهمی بودن، جزو سوالات پرکاربردی هستن که قطعا شما توی مکالماتتون با دوستاتون نیاز دارید بلد بشید و ازشون استفاده میکنید. که وقتی ملیت رو میپرسید، طرف میتونه ملیتش رو بیان کنه یا بگه اهل فلان کشورم، نره لیسینیز، یا میتونه بگه ترکیم، ترکیم، یا میتونه بگه ترکیلیم. وقتی زبان مادری رو میپرسیم زبان رو با جواب میده. با انواع دوست آشنا شدیم. اب آرکادشی همخونه ای، ایش آرکادشی همکار، مکتوب آرکادشی یعنی دوست نامه ای، دوست مکاتبه ای، سنق آرکادشی یعنی همکلاسی، چوجوکلوک آرکادشی دوست بچگی، که اینم دستبندی دوست ها بود. یک متن خیلی خوب خوندیم در مورد کلاسم، که اینجا با زبان‌های مختلف آشنا شدید، با اسم کشورها آشنا شدید، با اسم زبان‌ها آشنا شدید، که بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما اگر هنوز متن رو ننوشتید یک بار برای خودتون متن رو کامل بنویسید و بازگو کنید. اینجا با چی آشنا شدیم؟ این ملیت، پسوند ملیت که توی فصل یک یاد گرفتید، لولی لولو، به اسم کشور اضافه میشه و ملیت رو می‌سازه. و البته توی این فصل هم یاد گرفتید دیگه، ملیت برای همه کشورها ما میتونیم این پسوند لی لی لو لی رو به کشور اضافه کنیم، ملیت بسازیم. اما یه نوع اسم ملیت دارن که گفتیم همه کشورها ندارن، مثل اینکه میگیم طرف ترکیه، لی اهل ترکیه است، میگیم ترک هست، ترکه. یا مثلا اینجا که میگه کازاکستان، میتونیم بگیم کازاکستان، لی اهل قزاقستان، یا میتونیم بگیم کازاک، قزاق. ما برای ایران نداریم، بعضی از کشورها این اسم رو دارن که با اضافه شدن پسوند زبان ساز که ج جا چ چا هست به ملیت، زبان اون کشور رو میسازن.
که اینجا مفصل پرداختیم به همین پسفنده و دستور زبانه که اسم کشور پسفنده ملیت ساز. حالا اگر بینا اگر قبلشون ملیت بیاد، ملیتی که شکل دوم اون ملیت هست، نه ملیتی که با پسفنده لولی لولو ساخته میشه، نه من منظورم از این ملیت هاست اسپانیول، مثلا نمیگم اسپانیول میگم اسپانیول، حالا بی اسپانیول پسفند اضافه بشه زبانشو درست میکنه اسپانیول جا، میبینید به همین راحتی که اینم گروه بندی داشت بهتون گفتم پسفند جا ج چا چه کاربردهای مختلفی داره، یکی از کاربرداش اینه که زبان رو میسازه، بنابراین خیلی راحت میتونید متوجه بشید توی متن ها توی مکالمات مختلف اگر این کلمه به ذهنتون رسید که به این حرف خط شده بود میتونید حدس بزنید که میتونه یکی از معانیش زبان باشه، اگر اسم اون ملیت رو هم یاد بگیرید و معنیشو بدونید زبان اون کشور رو درست میکنه. و اینم نکتهش که اگر به حروف فیستیک چشاب خط شده بود اون کلمه ملیت ما، به جای پسمنده ججا از پسمنده چچا استفاده میشه که اینجا براتون نوشتم. توی اینجا که با اسم کشورها و زبانهاشون آشنا شدیم، ملیتها رو ساختیم، یک فایل دیلمه داشتیم، هم گوش کردیم هم متنش رو کامل براتون نوشتم و شما کامل با اسم کشور، ملیت و زبان اون کشورها آشنا شدید. و تمرینات این قسمت رو انجام دادیم، بریم سراغ قسمت جبلمو که قسمت ج آیلمدن نوزاکتا یعنی دور از خانواده هم. که اینجا پسفند مفعولی رو یاد گرفتید، آلیه بیزی اونون کلمینی علی را ما را مداد او را، که کاربردش رو یاد گرفتید، مثل اینجا که میگیم اوکولده کیمی تانیوسون، تو مدرسه کیا میشناسی؟ آلیه تانیوروم، علی رو میشناسم. کیملری بکلیورلار، منتظر چه کسانی هن؟ بیزی بکلیورلار، منتظر ما هستن. چانتادان نی آلیوسون، از کیف چی رو برمیداری؟ اونون کلمینی آلیوروم، قلم اونو برمیدارم. با کاربرد پسفند مفعولی آشنا شدید اینجا. طرز نامه نوشتن رو یاد گرفتید که به چه شکل هم ایمیل خونده میشه و به چه شکل نوشته میشه. معمولا سویگیلی ایلم، خانواده عزیزم، وقتی به یک متن غیر رسمی باشه به این ترتیب میتونید از سویگیلی استفاده کنید و بعد اسم طرف رو بگید، یا مثل اینجا که گفت ایلم خانواده هم رو بیان کنید. با پسنده مختلف آشنا شدیم توی این متن، از این ایمیل به سوالاتش پاسخ دادیم و همچنین اینجا که طرز خوندن ایمیل رو برامون نوشته بود، نقطه که گفت همه جا نقطه دیدید میگید نکتا، ادساین رو میخونیم ات، و همچنین این لاین رو میخونیم تیره، خط تیره رو میخونیم آلت تیره، این فرق داره دیگه، این کوچیکه که توی کیبورد کامپیوتر هم بزنید تیره هست، اگه شیفت رو بگیرید با این خط میشه آلت تیره که میشه آندرلاین. و بهتون گفتم کم یعنی دات کام نکتا کم خونده میشه، این هم یه نکته ای که بدونید، بار جه نخونیدش. و اما بریم سراغ دستور زبانی که اینجا یاد گرفتیم، همین پسفند مفعولی بود، کاربرداش رو یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. گفتیم اگه یه چیزی معرفه باشه مشخص باشه بشناسیمش، پس مفعولیه دیگه، میگیم مثلا اینجا گفت بابام ماشین را میشورد، و اما بگه بابام ماشین میشوره نمیدونیم چه ماشینی، ماشین میشوره، اما وقتی میداریم میگه ماشین را میشورد یعنی طرف مقابل میدونه که من دارم در مورد چه ماشینی صحبت میکنم. بعد از این گفتیم که در مورد این که در مورد اسم خاص استفاده بشه بعد کلمه با حرف بزرگ نوشته بشه، حرف اولش آپوستروف بگیره. گفتیم اگه مفعولمون ضمیر باشه به چه شکلی استفاده میشه، بن سنی تنیورو، من تو رو میشناسم، بن سنی سویورو، من تو رو دوست دارم. گفتیم اگر این پسوند مفعولی توی ترکیبای اسمی به کار برن که ترکیبای اسمی درشون پسوند ملکی یا پسوند مضاف استفاده شده باشه به چه شکله، که گفتیم حتما نه میانجی خواهند گرفت اگر پسوند ملکی مون مثل اینجا پسوند ملکی سوم شخص مفرد باشه یا اینجا ترکیب اسمی باشه نه میانجی میگیرن و بعد پسوند مفعولی اضافه میشه، جزء پسوند حالت پسوند مفعولی دیگه. و آخرین مورد اینکه بعد از کلمات بوشو او این آن آن، در واقع وقتی قبل از کلمه میاد معرفه میکنه کلمه رو دیگه، ضمیر اشاره میاد، پسوند مفعولی براش استفاده میشه برای کلمه بعد از این کلمات. هنگی بیتون بازی، هنگی کدام، بیتون همه، بازی هم یعنی بعضی، که این هم یکی از کاربرداش بود که باش آشنا شدید. یه متن خیلی خوب خوندیم که پیشنهاد میکنم اگه هنوز ننوشتید واقعا ازش سرسری نگذرید، متن رو یک بار بنویسید
پر از پسوندهایی که شما باید در زبان ترکی استانبولی بلد باشید و خوب اینو کار کردیم. بنویسید و سعی کنید برای خودتونم این متن رو بازگو کنید. اینجا یک فایل دینلمه داشتیم، خوندیم در مورد کنوشما، اینکه با خانوادتون چطوری ارتباط میگیرید و صحبت میکنید، چند بار در هفته بهشون تلفن میکنید، که گفتیم اینجا رو وایس بگیرید، صدای خودتون رو وایس بگیرید و صحبت کنید، به این سوالات پاسخ بدید کامل. و دوباره یک ایمیل رو خوندیم و پاسخ دادیم یک ایمیل رو که از شما هم خواستم با توجه به اطلاعات خودتون یک ایمیل بنویسید. دو تا تمرین ویدیویی فوق‌العاده داشتیم که اینجا این شخص در مورد خانواده‌اش صحبت کرده بود که ویدیو فوق‌العاده بود، حتما گوش کنید و ببینید ویدیو رو که در مورد خانواده‌اش صحبت کرده بود. شما باید به راحتی بتونید مثل این شخص در مورد خانواده‌تون صحبت کنید که در مورد این عکس صحبت کرد. یه مکالمه ویدیویی دیگه داشتیم، کاربردهای پسوند ملکی رو بیشتر خواسته بود نشونمون بده و توی مکالمه استفاده کرده بود. اینم از متنی که نوشتم. و اما این کلماتی که خیلی خیلی مهم هستن برای صدا زدن افراد، آمجا، امو، آبی، داداش، آبلاخ، آبجی، تیزه، خاله، دوستم، دوستم، حواستون باشه آمجا و تیزه به کسی که بزرگتر از خودمون هستن گفته میشه، آبی و آبلا به کسی که حالا یکم ازمون بزرگتره، یعنی نه به یکی که مثلا 5-6 سال ازتون بزرگتری بگید تیزه، معمولا به خانمای خیلی مسنتر تیزه گفته میشه. و اما جانم عزیزم، حجام، استادم، کانکا، دوست جونجونی، رفیق، آرکادشم، دوستم، استادم به معنی استادم و کردشیم به معنی داداشم، خواهرم هستش. و این قسمت فوق‌العاده که اینجا هم گفتم حتما باید یک وایس بگیرید و صحبت کنید. ببینید من چقدر از شما کار خواستم که انجام بدیم و خواهش میکنم که خیلی راحت ازشون نگذرید. اینا تمریناتی هستن که خودتون رو میتونید به چالش بکشید و ببینید چقدر یاد گرفتید زبان ترکی. و این ویدیو یه قسمت مهم فست کندینی چک که امیدوارم که خیلی خوب ویدیوها رو گرفته باشید و برامون ارسال کرده باشید. در مورد فرهنگ‌های مختلف صحبت کردیم، بازی و ریاضی که اینجا داشتیم و اما آزمون آخر فصل که یک آزمون خیلی خیلی خوبی بود و تمام چیزایی که یاد گرفته بودیم رو اینجا از ما خواسته بود با تمرین پاسخ بدیم و خودمون رو محک بزنیم. بریم سراغ کلمه لیست سی، لیست کلمات. میخونم: اسیملر یعنی اسم‌ها، آبلا یعنی خواهر، خواهر بزرگ، آبی داداش بزرگ، آز یعنی دهان. کلمات دو بخشی که اگه بخوایم بهشون پسوند اضافه کنیم، پسوند ملکی بعدش بیاد، مثلا من بخوام بگم دهانم، این حرف صدا دار در بخش دوم کلمه باید بیفته. آز میشه دهان، آزم میشه دهانم، بینیم آزم. پس حواستون باشه این جزو کلمات دو بخشی، من با رنگ آبی براتون هایلایت کردم. آیله خانواده، آمجا امو، آنادیل یعنی زبان مادری، آنادیلی هم یعنی زبان مادری، آناهتار یعنی کلید، آنا اوکولو یعنی کودکستان، مهد کودک، خدا آنا یعنی مادر، اوکول یعنی مدرسه، مدرسه مادر در واقع کودکستان، اول مدرسه که هر بچه میره کودکستان، مهد کودک، آنه آنه مادر بزرگ، عربچا زبان عربی، پسوند چار رو میبینید بهش اضافه شده، آرناووت میشه اهل آلبانی، اهل کشور آلبانی، این ملیته. آرناووت چا زبانشه، زبان کشور آلبانی. بابا آنه مادر بزرگ، مامان بابا. بویون، بویون این یعنی گردن، کلمه دو بخشیه که اگر بخواد بهش پسوند اضافه بشه، پسوند ملکی که یاد گرفتید، این حرف صدا داره بخش دوم هست میشه. میخوام بگم گردنم میشه بنیم بوینوم، حواستون باشه، با رنگ آبی هایلایت کردم. برون هم همینطور کلمه دو بخشیه، برون به معنی بینی، اگه بخوام بگم بینی من میگم بنیم برنوم، دوباره حرف صدا داره بخش دوم هست میشه. چیفت یعنی جفت، چیفت یعنی جفت. دایی، دایی، دده، پدر بزرگ. دیش یعنی دندان. ایلنجلی یعنی سرگرم کننده، مفرح، باحال. انفس یعنی لذیذ، بسیار لذیذ، انفس یعنی بسیار لذیذ، عالی. ارکت کردش یعنی داداش کوچیک. اپوستا یعنی ایمیل. فکیر به معنی فکر، نظر. حالا امه، حاووز، استخر.
هوبی یعنی سرگرمی. ایلک اوکول میشه مدرسه ابتدایی. میبینید حالا ایلک اوکول یعنی اولین مدرسه. بالاتر یادتون باشه من آنا اوکول رو بهتون گفتم، میگم اینجوری تو ذهنتون داشته باشید. آنا اوکول یعنی مدرسه مادر که برای بچه اولین مدرسه که در واقع پاشو میذاره، در واقع میتونید یه مدرسه مادر هست دیگه. حالا اینطوری میگم کدگذاری بکنید تو ذهنتون، آنا اوکول میشه کودکستان، ایلک اوکول اولین مدرسه که حالا میره خواندن نوشتن رو یاد میگیره که میشه مدرسه ابتدایی، میشه ایلک اوکول. انگلیسیه میشه زبان انگلیسی. کارو یعنی همسر. حواستون باشه کلمه کار یعنی برف. خب کارو یعنی همسر، پس این دوتا رو قاطی نکنید. کازاکچه یعنی زبان قزاقستانی. کازاکستان یعنی قزاقستان. کیس کاردش یعنی خواهر کوچیک. کجا به معنی شوهر. حواستون باشه کجا میشه شوهر، هجا میشه استاد. من اینا چون چه باید داره می نویسم. کل یعنی دست، بازو، که از این کلمه استفاده میشه. لیسه یعنی دبیرستان. مانتو به معنای مانتو، مانتو به معنای مانتو هست. مکتوب به معنای نامه. مصرلو یعنی اهل مصر. اوموز به معنی شانه، کلمه دو بخشی که حرف وسط در بخش دوم اگر پسوند بهش اضافه بشه، پسوند ملکی هست میشه. میخوام بگم شانه من، میگم بنیم اومزوم، بنیم اومزوم. اورتا اوکول میشه مدرسه راهنمایی. پس چی شد؟ شما ایلک اوکول رو یاد گرفتید ابتدایی، لیسه رو یاد گرفتید دبیرستان، اورتا اوکول بین این دو تاست دیگه. اورتا یعنی میان، وسط. اورتا اوکول حالا بین دبیرستان و ابتدایی دیگه، بنابراین این میشه راهنمایی. اورتا اوکول پروفیل میشه پروفایل. روس میشه روس، ملیت. و اما روسچا زبان روسی. ساترانج شطرنج. سوسیال مدیا یعنی سوشال مدیا، شبکه اجتماعی رو میگیم سوسیال مدیا، یعنی رسانه اجتماعی. شرکت به معنی شرکت. تنفس، تنفس به معنی تنفس، استراحت هست، یعنی اون تایم تنفسی که داده میشه برای استراحت توی کلاس، توی کار، به اون تایم گفته میشه تنفس. تیزه خاله، یونیورسیته دانشگاه. اوتو به معنی اوتو. یابانجی دیل زبان خارجی. یارماز شیطون. یورت به معنی وطن، معنی خوابگاه هم میده. زفتلی یعنی بازوق، خوش سلیقه، با سلیقه. و ما فیلر فعلها. آلماک یعنی گرفتن، خریدن. آنلاتماک یعنی توضیح دادن. دانستمک رقصیدن. چالماک نواختن، موسیقی نواختن. از این کلمه براش استفاده میشه. چالماک معانی مختلفی داره، معنی دزدیدن میده، معنی در زدن میده، معنی زنگ خوردن تلفن میده، معنی مختلفی داره که براتون گفتم. هیستتمک یعنی حس کردن. یازماک نوشتن. گلف اوینامک یعنی گلف بازی کردن. گندرمک ارسال کردن. اوینامک بازی کردن. اورتمک یعنی یاد دادن، تدریس کردن. کلمه اورتمن از این کلمه میاد دیگه، یعنی کسی که درس میده، معلمه. کالمک یعنی ماندن، اسکان داشتن. پلان یاپماک یعنی برنامه ریزی کردن، برنامه داشتن. پراتیک یاپماک یعنی تمرین کردن، از همون پرکتیس میاد در زبان انگلیسی. سلام سویلمک یعنی سلام رسوندن. تلفن اتمک یعنی تلفن کردن، که با این کلمه هم آشنا شدید. اتمک و یاپماک افعال مرکب ساز هستن که کنار اسما قرار میگیرن و ازشون افعال مرکب میسازن. خب رسیدیم به پایان این قسمت و امیدوارم مطالب این ویدیو رو خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید و مرور براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و مرسی که همراهمون بودید. حتما نظراتتون رو در مورد این فصل و آموزش این فصل برامون توی کامنت ها بنویسید که ازتون نیرو میگیریم. مثل همیشه ترکچه لکلن، بیزیم لکلن، هوش شکلن.